دمای هوا در داخل استادیوم بنکوان به 20 درجه سانتیگراد خواهد رسید، ولی در سرک هوا همچنان سرد خواهد بود. در حالی که پیش بینی شده است که سردی هوا تا منفی 17 درجه برسد و وزش باد نیز آن را سردتر خواهد ساخت، سردی هوا در مینیسوتا در ماه فوریه عادی است. ولی کمیته سوپر بول که آن را قبول کند، در حالی که ده ها هزار علاقمند فوتبال آمریکایی به این شهر آمدند تا رقابت سوپر بول را از نزدیک مشاهده کنند، برنامه های تفریحی در خارج استادیوم برای آنها در نظر گرفته شده است. Never too cold. هرگز سرد نیست. هر قدر سرد باشد ما در برابر آن شجاعتر می شویم و سرگرمی های دیگری را برای لذت بردن در بیرون خواهیم داشت. شما باید از سردی هوا نیز تجلیل کنید، وگرنه سردی بر شما غلبه خواهد کرد. در محل برگزاری مسابقه سوپر بول، موتل های خاص برای برف و چوکی هایی که گرم می شوند در محل تجمع حامیان رقابت در این محل دیده می شود. مقامات رقابت از مردم خواستند تا برای جلوگیری از انتظار در صفها در هوای سرد برای دخول به استادیوم زودتر به محل بیایند. ما از راه دور آمدیم تا با علاقمندان در منسوتا حرف بزنیم. ما شما علاقمندانی که در فلادلفیا هستند نیستیم. ما آمدیم که برایشان بگوییم که شما را دوست داریم. آنها خوب در مسابقه می درخشند، نه اینکه خوب هستند بلکه عالی هستند. من علاقمند سرسخت حامیان وایکینگ ها هستم و من طرفدار تیم پیتریتس هستم. میخوام برنده شوند. مشکل است که برای آنها که در وضعیت سرد همچو وایکینگز در میدان مسابقه می روند، اما از ایگلز ها استقبال نمی کنم. پیتریتس برنده شوید. سوپر بول در امریکا میلیون ها بیننده دارد و ده ها کمپانی مختلف نیز در نشر مستقیم آن در تلویزیون برای داشتن چند دقیقه جهت نشر اعلام های خود میلیون ها دلار را به مصرف می رسانند. جینا نوری، تلویزیون آشنای صدا امریکا، واشنگتن.